چه روزی، چه لحظه هایی و چه بحثی که امروز قرار شروع بکنیم و دیگه کم کم بچه ها بیان میخوایم شروع بکنیم بحث بسیار جذابی که مهدی هم هست و اگه حاضرین پیام رو اون ور کامنت ها رو ببینم، چت ها رو بذارم که ببینم چه خبر. بچه ها همه روبرو خوب آماده بحث جذاب هستین؟ مهدی چقدر نیاز داری زمان؟ 1 ساعت خوبه؟ نیم ساعت؟ 45؟ البته یه بحثیه که واقعا سالها باید در موردش صحبت بکنیم. ما یه کتاب جذاب بگم، کتابی که زندگی عوض کنه، کتابی که خیلی از اون کتابای خفن نمبر وانه که تو هر زمینه به دردتون میخوره، یه مطالعه کرده، یه پریزنتی هم کرده مهدی که اصلا حیفم اومد شما نشنوین و دیگه من همه چی رو میسپرم دست خود مهدی. و مهدی عزیز برو جلو، من فقط شنوندم. فعلا کاغذم اینجاست، یه کاغذ سبز برداشتم سفید، ببینم چقدر پرش میکنم، چقدر نکته مینویسم، چون برام خیلی جذاب خواهد بود. خیلی عالی استاد. نیم ساعت سه روب خوبه یا زیاده؟ چطور است؟ عالی. یا شما اگر بچه ها کامنت داشته باشن خب یه خورده من سعی میکنم زودتر تمامش کنم. اوکی عالی. بچه ها صفحه رو میبینن؟ چون من صفحه شما رو ندارم، فقط هم یه صفحه رو دارم که خواستم ببینم که اگه دارین صفحه رو شروع کنم. آره من میبینم. آره صفحه شیر میبینم، آنتونی رابینز، ترنینگ پرو، همه چی اینجاست. آها عالی. خب خیلی عالی. این کتابی که هفته قبل، یعنی 2 هفته قبل استاد معرفی کردن، من این دوره برداشته بودم با ایشون و خب از اول دوره ایشون طبق معمول خب نقطه زنی کردن و کتاب واقعا فوق العاده بود. یعنی من شروع کردم خوندن، حیفم اومد که بشینم و فقط این نقطه ها رو توی این دفترچه بنویسم. گفتم خب مثلا بکنمش به تعداد بخش های کتاب. حتی بخش های کتاب اینا نیست، ولی وقتی مرتبش کنی و کاتگوری بندی کنی و اینها عملا یه همین چیزی میشه. ببین حرف کتاب در کل حرف تازه ای نیست، اما کتاب اینقدر خوب این حرف رو بیان کرده که واقعا خیلی خاص کرده. یعنی این حرف رو قبلا ترنینگ پرو استیون پرسفیلد قبلا زده بود، آنتونی رابینز زده بود، جو دیسپنزا توی یو آر د پلاسیبو زده بود و دونه دونه اینها همه دارن یک حرف رو میزنن، آتورهای مختلف. ولی این کتاب خیلی جالبه چون آتور این کتاب مکسول مالتز خودش جراح پلاستیک بوده و در واقع میگه بعد از 30 سال تجربه عمل روی بیمارهای مختلف متوجه میشه که در واقع بیمارهاش طوری که رفتاری که دارن بر طبق اون تصویر ذهنی که از خودشون دارن، یعنی قبل و بعد از عمل تفاوتی احساس نمی کنن توی کیفیت زندگیشون و اون تصویری که دارن در واقع دیکته می کنه همه کیفیت زندگیشون رو و رفتارشون رو هر روز بعد از عمل. و توی سن 61 سالگیشون در واقع شروع میکنه که آتور شدن، یه بیزنس جدید رو شروع میکنه و میگه که من بعد از این که دیدم که زخمهای بیرونی آدمها رو میتونم دوا کنم ولی اون فرقی نمیکنه و کمکی به اون آدمها نمیکنه، تصمیم گرفتم که برم سمت این که زخمهای درونیشون رو درمان کنم. این خیلی جالب بود که این کلا این تغییر شغل خیلی جالب بود واسه من. و حالا کتابای زیادی داره، کتاباش یکی در جستجوی احترام شخصی یا صورت‌های جدید، ویژگی‌های جدید، ولی این کتاب آخری که نوشت خب میشه گفت بهترین کتابشه. و توی این کتاب کلا داره در مورد تصویر ذهنی خودمون صحبت میکنه و یه جایی توی ابتدای کتاب میگه که من همین موقعیت رو در مورد کسایی دیدم که میخوان به یک هدف بزرگ برسن و اون هدف رو حالا نشونه گیری میکنن، چه در بورس هست چه در اهداف عالی تحصیلی هست، اما چون اون هدف به تصویر ذهنی که از خودشون دارن نمیخوره یک شکی میاد وسط و باعث میشه که به اون هدف نرسن. بنابراین شروع میکنه در مورد این سلفیمش صحبت کردن در مورد کتاب و از ما میخواد که همون جوری که هستیم فانکشن کنیم
و اونجوری که هستیم رو حالا توضیح میده توی این کتاب و در کل میخواد به ما بگه که ما در واقع داریم مسیر رو خیلی جا برای رسیدن به اهدافمون اشتباه میریم، یعنی به ما اشتباه یاد دادن که این مسیر رسیدن به اهداف چطور هست. ببین میگه که انسان ذاتاً یک موجود هدفمنده، یک موجود هدفگراست و اون اهدافشه که خوشحالش میکنه و در واقع گذشتن از چالش‌های مختلف و رسیدن به اون اهداف و بعد رفتن سمت اهداف بزرگتر اونهاست که خوشحالش میکنه. اما اون اهداف باید دو تا ویژگی داشته باشن. اول اینکه اهداف خیلی واضحی باید باشن، یعنی اینکه مثلا من میخوام یک تریدر خیلی موفق بشم یا میخوام یک ورزشکار خیلی موفق بشم، این نمیتونه، اون راضی نمیکنه اون تصویر ذهنی رو که شما حتما میخواین این هدف به این هدف برسین. اون هدف باید خیلی دقیق باشه و حتی بوی، حالا جاهایی از کتاب میگه حتی بوی اون لحظه‌ای که شما به اون هدف میرسین رو باید بدونین چه بویی هست، باید بدونین اون لحظه وقتی نشستی مثلا موس دستته و داری ترید میکنی اون موس چه حسی بهت میده، در این حد باید دیتیل شده باشه. و نکته دومی که میگه اینه که اون هدف باید برای شما باشه، یعنی اینکه شما حالا چه مثل قوانین روز بازی میکنین یا بازی نمیکنین فرقی نمیکنه، شما باید ببینید چرا اون هدف برای شماست. یعنی اگر حالا من فرض کنین دارم ترید میکنم و میگم خب اون هدف برای منه چون من پول زیادی میخوام، خب این پول زیاد رو خیلی بیزنس های دیگه میتونم بدن، اما چرا تو باید جزوه به قول استاد، چرا تو باید اون 1% باشی بین اون 100 نفر، اون 1 نفری باشی که به این هدف میرسه، این هدف چرا برای توه؟ برای این دوتا رو روش تاکید میکنه، حالا در طول کتاب بیشتر باز میکنه. و حرف کتاب حرف خیلی جالبی برای من، چون میگه ببین برای رسیدن به این هدف چیزی که به ما یاد دادن اینه که شما باید از مغزتون استفاده بکنید و بعد توی ضمیر ناخودآگاهتون کم کم یک تصویری رو دیولپ کنین و بسازین تا بتونین به اون هدف برسین. و میگه این اتفاق اشتباهیه، این چیزیه که توی کلاس‌های درس به ما یاد دادن که بشینیم و با تلاش فراوان بخوایم به اون هدفمون برسیم. و توضیح میده که چرا این تصویر اشتباهیه و این دقیقا باعث میشه که ما به اون هدفمون نرسیم. در مورد کتاب، اینکه چرا اسم کتاب سایکو سایبرنتیکه، توی زمانی که این کتاب رو شروع میکنه نوشتن یه سری سیستما داره دیولپ میشه توی موشک‌های بالستیک که اون موقع آمریکا شروع میکنه ساختن، سال 1990 حدود اون وقتا، که سیستم اون جور موشک‌ها فرق می‌کرده برای هدایتشون به سمت هدف. و اگر قبلا سیستم موشک اینطوری بوده که از ابتدای لانچ یک هدف رو موشک در نظر می‌گرفته و می‌رفته تا به اون برسه، این بار سیستم رو عوض میکنن و میگن که اگر هدف ما در نهایت یک مقدار تغییر کنه، جاش جا به جاشه، اگر باد بیاد توی مسیر، اگر شرایط جوی تغییر کنه، همه اینا باعث میشه که اون موشک به مسیر به هدف نرسه. بنابراین بهتره که ما یک سیستمی رو در واقع بسازیم، این بار یک کامپیوتر داخلی رو برای این موشک بسازیم که اسمش رو گذاشتن سایبرنتیکس. و به این ترتیب بود که در هر لحظه ای این موشک داره تصمیم میگیره آیا در مسیر درست هست یا نه. و تفاوت عمدش با سیستم های قبلی دقیقا این میشه که اینها این بار براش هدف رو از اون اول بعد از اینکه تعیین میکنن اون رو رها نمیکنن و سوال میشه در واقع روی مسیر، آیا من روی توی مسیر درست هستم یا نه. سوالی نمیشه که من آیا امروز با حالا اینطوری دارم میرسم به اون مسیر یا نه، به اون هدف یا نه. سوال این هست که هر لحظه، حالا باد یه مقدار منو منحرف کرد، یه خورده برگردم خودمو توی مسیر، یه خورده دیگه برگردم توی مسیر، کم 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 حتی برای هدفهایی که دارن متحرک هستن
اینطوری میتونست که خودش رو کم کم تنظیم کنه و با این تنظیم کردن های لحظه به لحظه کم کم سلف کورکشن ها کم کم بره سمت مسیر. و مکسول میگه که سیستم درونی ما به این صورته، ما یک ضمیر ناخودآگاه داریم و یک ضمیر خودآگاه، و ضمیر ناخودآگاه ما به این صورت کار میکنه که خودش در واقع یک سیستم سلف کورکتیو هست و خود اصلاحه، و تنها راهی که میتونه این کار بکنه اینه که ما از خودمون بپرسیم آیا در مسیر درست هستم یا نه، نه اینکه آیا کی به هدف میرسم. یه مثال میزنم، میگه که شما وقتی سفر میرین، بچه ها که توی ماشین هستن میگن خب رسیدیم یا نه، یا اصلا کی میرسیم، are we there yet. و این بی صبری اونا برای رسیدن به مقصد خیلی اذیت کننده است. ولی خب مثلا پدر یا مادری که نشسته داره رانندگی میکنه، چیزی که برای اون مهمه اینه که آیا من در مسیر درست هستم یا نه. و این تفاوت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهه. ضمیر خودآگاه و مغز ما چیزی که از ما میخواد اینه که ما الان رسیدیم به هدف یا نه، ولی ضمیر ناخودآگاه در واقع میگه من توی مسیر درست هستم یا نه. و مکسول میگه که کاری که ما باید بکنیم برای اهدافمون اینه که این سوال رو از خودمون بپرسیم، آیا من در مسیر درست هستم یا نه. اگه در مسیر درست هستم، اوکی، ادامه میدم. اگه در مسیر درست نیستم، مثل این موشک، کم کم خودم رو، مسیرم رو به صورت جزئی بهتر میکنم. و این سوالیه که ما روزانه باید از خودمون بپرسیم. و خب حالا مثال هایی میزنه در مورد اینکه اگه سنجاب رو در نظر بگیرین، این سنجاب اگه توی تابستون به دنیا بیاد و زمستون رو ندیده باشه، باز یه سیستمی درون این سنجاب هست که میدونه باید اون بلوط ها رو توی تابستون بکاره برای زمستونش. هنوز نمیدونیم چرا اینو میدونن. مثلا پرنده ها میدونن چجوری باید لونه بسازن بدون اینکه دیده باشن پدر مادرشون لونه ای ساخته باشه. و این کامپیوتر داخلی که همه موجودات دارن، صرف کتاب اینه که ما یاد گرفتیم در طول سالیان و در طول اون دوره های ایژوکیشنی که داشتیم و تعلیم تربیتی که داشتیم توی مدرسه هایی که می رفتیم، یاد گرفتیم که این رو برعکس استفاده کنیم. یاد گرفتیم که از این سیستم درونیمون اعتماد نکنیم بهش و در واقع فقط اعتماد کنیم به سیستم ذهنیمون. و میگه که ما بعد از این دوتا سیستم ذهنی و ناخودآگاه کاملا متفاوت استفاده کنیم. ما داریم از اینا جابجا، یا داریم کار یکی رو از یکی دیگه میخوایم، داریم جابجا استفاده میکنیم از اینها. و میگه که خب انسان ها این سیستم رو دارن، ولی این سیستم درون انسان ها یک مقدار پیچیده تره از حالا یه سنجاب یا یک پرنده. چرا پیچیده تره؟ چون ما از لول سروایوال، از اون حد و هدف نجات شخصی گذشتیم و الان باید اهداف دیگه رو برای خودمون در واقع دیولوب کنیم، بسازیم، و چیزی ما رو میتونه مجبور نکنه، ما دست ماست که این کار رو بکنیم. بنابراین اینه که این هدف رو یه مقدار سخت میکنه. هم هدف گذاری باید بکنیم، همین که بتونیم این رو شفاف کنیم و مطمئن شیم که برای خود ماست. و در واقع در ابتدای کتاب صحبتش این هست که در واقع کلید اصلی رسیدن به اهداف و کمک گرفتن از قدرت سایکوسایبرنتیک یا قدرت ذهن ناخودآگاه اینه که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. این چیزیه که شاید ذهن خودآگاه ما و مغز ما نخواد و نتونه این کارو بکنه. حالا دلیلش رو میگه که چرا ما با این به مشکل برمیخوریم و به ما یاد دادن که از این مسیر نریم، در حالی که مسیر بهتری هست. خب بعد از این در مورد ویژوالیزیشن صحبت میکنه، میگه که چند تا مثال میزنه از دانشمندهای مختلف. حالا این داستان شاید شنیده باشیم، ارشمیدس رو خب هممون یادمونه که به مشکل قانون شناوری برمیخوره و این قانون رو نمیتونه حل کنه، و توی اون حالت ریلکسی و آرامشی که داره توی اون حموم، مثلا پامش میدوه بیرون و میگه مثلا یوریکا و یافتم، و توی اون حالته که
پاسخ این سوال براش پیدا میشه. و این سوال رو، این حالت رو چارلز داروین هم داره و یک کوت هست از چارلز داروین، میگه که من کتابم رو نمیتونستم تموم کنم و چند ماه مجبور شدم کاملا بذارمش کنار، رفتم سفر و دقیقا یادم نقطه ای رو توی مسیر که من سوار کالسکه بودم و اون جواب خودش اومد به سراغ من. و این چیزی هست که مکسول میگه این قدرت ذهن ناخودآگاهه. وقتی بهش اعتماد میکنی و میگذاری که به صورت ریلکس، در واقع هدفت مشخصه به صورت خیلی عادی، بدون اینکه ترس ها و بی‌اعتمادی ها و شک های ذهن خودآگاهت بیاد سراغت، بری سمت اون هدف و اعتماد میکنی که میرسی به اون هدفت، اون جواب تو رو پیدا خواهد کرد. مثل حالا این جمله من خیلی دوست داشتم که میگه اهداف شما رو پیدا میکنن، شما کاری که باید بکنید در واقع فقط همین چند تا کار هست که هدف گذاری کنید، بگذارین که کاملا مشخص باشه، مطمئن باشین که اون اهداف برای شماست نه برای کسی دیگه، و بگذارین که سیستم مکانیزم در واقع موفقیت غریزی شما کار رو پیش ببره. و حالا میریم سراغ ویژوالیزیشن. در واقع دلیل اینکه ویژوالیزیشن و ایمجینیشن مسیریه که مکسول پی میگیره این هست که میگه سابکانشس و ناخودآگاه ما تفاوتی رو بین اتفاق واقعی و اتفاقی که ایمجین شده و متصور میشیم قائل نمیشه و نروس سیستم ما اون تفاوت رو احساس نمیکنه. بنابراین بهترین ابزاری که ما داریم برای اینکه قبل از اینکه به یک هدف رسیده باشیم برسیم به اون هدف و خودمون رو قانع کنیم که رسیدیم به اون هدف، همین ابزار ایمجینیشن، تصور و اون تصویر سازی. و در واقع صحبت که میکنه میگه که imagine how you would feel، یعنی شما متصور شین که وقتی که رسیدین به اون هدف، به اون در واقع انتهای مسیر، اونجا چه حسی خواهید داشت و سعی کنین که به اون صورت اون حس موفقیت رو در هر کاری که دارین بیارین سراغ این هدف جدیدتون. و در کتاب میگه اگر شما صبح بلند شدین، تصمیم گرفتین که صبح زود بیدار شین، مدیتیت کنین، یوگا کار کنین، ورزش کنین، هر چیزی که هست، بزرگ یا کوچیک بودنش مهم نیست، شما موفقیت کوچیکی رو که دارین یا بزرگ، اون حس موفقیت رو بیارین و قرار بدین در این هدف جدید و شروع کنین هدف جدیدتون رو با این حس، با این مزه این حس جدید تجربه کردن. مثال دیگری میزنه، میگه اگر شما حس خوبی داشتین وقتی مثلا رفتین یک قله رو فتح کردین و بوی اون گیاه ها، بوی اون گل هایی که تو اطرافتون بوده یا بوی باد، اون بو رو حتی بیارین داخل این ایمجینیشن و این تصویر رو قوی تر کنین، این تصویر رو در واقع با دیتیل های این تصویر رو بیشتر کنین و ذهن ناخودآگاه خودتون رو بهش باور بدین که من رسیدم به اون مسیر، من اینجا جایی که من الان هستم. و خب میگه که برای در واقع قدرت بخشیدن به اون ذهن ناخودآگاه شما به دو تا چیز نیاز دارین، یکی به تمرینات روزانه تصویرسازی و دیگری به یک محیطی که به شما این اشورنس، به شما این اطمینان رو میده که شما به اون هدف رسیدین. و میگه که میتونه این جفت اینا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اگه توی محیطی هستین که هر روز بهتون میگن خب شما قدرتی ندارین یا نمیتونین اون کار رو انجام بدین، اون رو روی شما تأثیر میذاره و در مورد ریالیتی صحبت میکنه و میگه که هر قدر که واقعیت جمعی، یک واقعیت جمعی قوی تر باشه، شما کارتون سخت تر هست و بهتره که برین توی جمعهایی که باوری که شما میخواین اون رو قبول دارن و کامیونیتی جدید پیدا کنین برای خودتون.
و حالا صحبت کتاب اینه که شما شروع کنید و حافظه های جدید، یعنی مموری، نمیدونم، در واقع خاطرات جدید برای خودتون بسازیم از طریق این تمرین که این پایین میگم. این تمرین ویژوالیزیشن رو به صورت دو تا، حالا دو تا برای دو جور آدم، یکی برای آدمی که یک مقدار عقلی عقلانی تره منطقی تر برخورد میکنه این پایین، و یکی دیگه برای کسی که هنرمندتره یا کارهای در واقع کریتیو تر خلاق تر انجام میده، این دو تا تمرین رو بیان میکنه. یکی این هست که بشینیم و فکر کنیم در مورد دغدغه ها و ایده های محدود کنندتون، ببینید اونها چی هست، چون گاهی وقتا اون تصاویر ساخته شده از قبل و چیزی که شما نیاز دارین اینه که اون کاورهایی که دیگران روش انداختن یا خودتون روش انداختین با محیطی که بزرگ شدین، اونها رو فقط آن کاور کنین، نیاز نیست حتما یک ایمیج جدید بسازین. خب بعد از اینکه اینها رو آن کاور کردین یا کشف کردین، میاد شروع میکنین و ساختن یک هدف جدید، و توی این هدف جدید شما باید مطمئن باشین که اند ریزالت رو کامل میبینین و سعی میکنین اون رو زندگی کنین. توی این حالت باید در واقع از نیروی ریلکسی استفاده بکنین، در واقع میگه که ما از نیرو داریم به عنوان نیرو استفاده میکنیم و نیروی آرامش رو درک نمیکنیم. میگه که بهترین کار برای رسیدن به یک هدف اینه که ما از نیروی آرامش استفاده بکنیم، نگران باخت ها نباشیم و بذاریم که اون مسیر اتوماتیک و خودش رو اصلاح کنه، و هر روز ما نیایم اینو خودمون رو بذاریم توی ترازو و بگیم امروز چی شد، فردا چی شد، دقیقا حالا الان چیکار باید بکنم. در واقع میگه بذارین این مسیر پیش بره، مثل اون بچه‌هایی که توی اون ماشین هستن و میگن خب بالاخره رسیدیم یا نه، کی میرسیم، اونجوری برخورد نکنیم. و قدم بعدی اینه که بتونیم از اشتباهاتی که میکنیم اونها رو فراموش کنیم، درس بگیریم و بریم جلو. و قدم بعدی این چیزی که استیون پرسفیلد توی کتابش زیاد میگه اینه که کار رو باید انجام بدیم، اون یعنی اینکه شما روزانه باید بیاین سر اون کار در واقع، و فقط اجازه بدین که اون کار خودش رو پیش ببره. من خواستم یه آدیو اینجا پخش کنم قبلا، ولی خب آدیو مقدار طولانی بود، گفتم خب توضیحش بدم. یه بخش اول کتاب پترنینگ پرو که من خیلی دوست دارم کتابو، استیون فرسفیلد میگه که کاری که من فقط میکنم در طول روز اینه، من بیدار میشم، دوش میگیرم، صبحونه میخورم، میرم سر کار. وقتی نشستم توی اون محیط کار، خودم رو ددیکیت میکنم، ساعت قدیمی پدرم یک سمتمه، نقاشی که قبلا کشیدم این سمت دیگه است، و شروع میکنم تایپ کردن، یه نویسنده است، شروع میکنم تایپ کردن و میرم توی کار. بعد از یه مدتی 4 ساعت میگذره، 3 ساعت برام مهم نیست، و میبینم که آیا یکم میبینم که دارم تایپو میزنم، دارم غلط مینویسم، و دارم از اون حالت فلو، از اون استیت فلو، از اون حالتی که ریلکس بودم میام بیرون، دارم فکر میکنم به اشتباهاتم، دارم فکر میکنم به اینکه آخ اینجا چیکار کردم، چی نوشتم. اون موقع است که دست از کار برمیدارم و اصلا نگاه نمیکنم ببینم چند تا صفحه نوشتم، به درد میخوره یا نه، و میخوام برای فردا حتی چیکار کنم. اونو سیو میکنم، میذارم توی دیسک و فردا میرم ادامه میدم. این کل کاریه که میگم من انجام میدم تا اینکه در نهایت یک شاهکار هنری یا یک شاهکار کتاب به صورت کتاب خلق شه. در واقع اجازه میدم، اعتماد میکنم که اون شاهکار خلق خواهد شد. و حالا میگه برای ساختن اون تصویر ما نیاز داریم که روزانه یک تمرین داشته باشیم، یک 15 دقیقه یا چیزی بین 10 دقیقه تا 20 دقیقه، به قول استاد یک عدد دو رقمی، یک چیزی که واقعا فشار بیاریم و انجام بدیم. و اون 15، حالا کتاب میگه 15 دقیقه برای 21 روز تمرین کنیم دقیقا اون تصویر چگونه خواهد بود با همه دیتیل هاش، و
با همه جزئیاتی که میتونیم، با بوهای مختلف، خیلی روی لمس و بویایی هم تاثیر، حالا نمیدونم چرا، چون اینا در واقع حواس دامینانت و خیلی در واقع مموری سازی هستن، روی اینا خیلی تاثیر در واقع تاکید میکنه. و نکته ای که داره اینه که شما از تصویری که دارین نمیتونین فراتر عمل کنین. در واقع اول کتاب میگه که من یکی از اینو توی یکی از آدیوهایی که من گوش کردم روی یوتیوب میگه، و میگه که من کسی که داشتم تریت میکردم، یکی از بیماران رو 15 بار اومده بود برای در واقع اینکه درمان بشه، ولی در نهایت باز ما نتونستیم اون حسی رو که این نیاز داشت از اون درمان ها بگیره بهش بدیم، چون خارج از این تصویری که من از خودم دارم نمیتونم حرکت کنم و تنها راه من اینه که یک تصویر جدید بسازم از خودم، و توی اون تصویر، اون تصویر موفقیت آمیز میتونه کم 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 من رو برسونه و مطمئنا من رو برسونه به اون هدفم. و جمله‌ای که داره و من خیلی دوست داشتم، فکر می‌کنم جا انداختم، این بود که من اینجا ببینم، آها، میگه که چطور تصویرسازی شما برای شما کار می‌کنه. و جوری که میگه تصویرسازی، در واقع ایمیجینیشن، دلیل اینکه کار می‌کنه این هست که اولین هست که تفاوتی نمیذاره بین ایونت واقعی و ایمجینیشن، که این رو گفتم، ولی چیزی که جا انداختم این بود که میگه سابکانشس شما کاملا بیطرفه، اصلا براش مهم نیست هدف شما چیه. شما میتونی فیلیر، به سمت فیلیر بری و اون مطمئن میشه که شما فیل خواهی شد اگه تصویر شما اینه از خودتون، و این که میتونی به سمت موفقیت بری و اگه تصویرت اینه اون مطمئن میشه، اون بالاخره کارش اینه که شما موفق بشین، و کاملا بیطرفه در مورد همه چیز. و این خیلی جالب بود برای من که من الان اتفاقاتی که توی تریدینگ خودم داره میفته و لاس های مختلف و نتونستم مثلا گاهی وقتی یک سری لاس ها رو کنترل بکنم یا حالا بحث های دیگه، میدیدم که با تلاش و در واقع فشار آوردن روزانه خب نتونستم کاری رو از پیش ببرم، اما در حدود مثلا فقط 2 هفته این تمرین رو انجام دادن، یا در واقع این تمرین، که حالا این تمرین یه مقدار دیتیلش بیشتره، با 2 هفته این کار رو انجام دادن، حتی اون 21 روز هم نیاز نبود، هر روز انجام میدم، ولی خب اون ضررهای بزرگی که داشتم رسیده به ضررهای خیلی جزئی، خیلی ساده، مثلا هنوز خودم باورم نمیشه، ولی خب دیگه آدم باید باور کنه دیگه. ولی خب میگه خب شما میتونی این کار رو به این صورت انجام بدین که هدفتون رو ست کنین، سوالهایی که بعد بیشتر سوالای ایموشنال باشه از خودتون بپرسین، اینکه چه چیزی رو میخوای بهش برسی، چرا اون هدف مهمه برای تو، و مهمترین دلیلش رو بنویسین. بعد از اون باید بنویسی که شما چه کاراکتریستیک ها، چه خصوصیاتی رو به نمایش خواهید گذاشت، و شروع کنین تصور کنین که تصویر ذهنی شما از خودتون چه خواهد بود. بعد از اون حواسی که دارین، احساسات، هیجاناتی که دارین چی هست وقتی به اون تصویر رسیدین، و اینکه چطوری شما به اون موقعیت خودتون، به اون هدف خودتون وقتی رسیدین، به اون هدف دارین پاسخ میدین، و چطور بقیه آدم ها دارن پاسخ میدن، و این خیلی مهمه. در واقع داره میگه که بعد از همه این استپ ها، اون استپ آخر هم خیلی مهمه که محیط شما داره چه پاسخی میده به این، آیا شما دارین در تضاد با محیطتون حرکت میکنین و دارین تصور میکنین که این موفقیت من داره در تضاد با محیطم حرکت میکنه، یا اینکه میتونین محیط رو با خودت همراه کنین. و حالا این خیلی جالب بود برای من. و بعد از اون میاد در مورد هیپنوسیس صحبت میکنه، در مورد هیپنوتیزیشن و آتوساجشن، و میگه که با یک مثال شروع میکنه، مثالاش خیلی جالبه، میگه چند تا از ویت ریفتر و اینا که وزن بردارای المپیکی رو
هیپنوتایز میکنن برای اینکه بهشون میگن شما خیلی ضعیف هستین، و بعد از نیم ساعت هیپنوتیزیشن اونها یک مداد رو از روی میز نمیتونن بلند کنن. و خیلی عجیبه که قدرت تصویرسازی که اینها رو مجاب میکنن که شما چیزی که دقیقاً متضادش هستن مجابشون میکنن که شما این کار رو نمیتونید بکنید، و اصلا اندازه یک مثلا بچه 2 ساله هم نمیتونید، بچه 2 ساله هم میتونه یک مداد بلند کنه و اونا نمیتونستن. یا این مثال دیگه ای میزنه که آدمهایی رو مجاب میکنن که دستشون رو میزه و نمیتونن دستشون رو بردارن، باید اونه که مثلا از چسب استفاده کردن، اونا دستشون فکر میکنن چسبیده به میز و نمیتونن بلندش کنن. و میگه که این کاریه که ما خودمون روزانه داریم با خودمون انجام میدیم، هم کاری که خودمون انجام میدیم هم کاری که بقیه انجام میدن. و این مثال خیلی جالب تر میشه وقتی که ما همه ما میدونیم که مثلا اون وزن بردارها آدم قوی هستن، اون هیپنوتیزیشن درست نیست و این ما رو شوکه میکنه. اما اگر ما چیزی رو در مورد خودمون قبول داریم و یک انسان دیگه بیاد بگه ببین تو ضعیف نیستی و میتونی این کار رو بکنی، این برای ما قابل درک نیست، همونقدر که اینجا برای ما قابل درک بود. خب چرا این وزن بردارا آدم های قوی هستن، آدم های ضعیفی نیستن، من میدونم اینو، ولی برای ما شوکه کننده نیست که خودمون داستان‌های ضعف و ناتوانی و شکست رو در مورد خودمون کاملا به راحتی قبول میکنیم و اصلا شوکه هم نمیشیم در موردش. این خیلی جالبه، یعنی در مورد تصویر ذهنی خودمون انعطاف پذیر نیستیم و این نکته‌ایه که روش خیلی در واقع مانوف میده توی کتاب و میگه کاری که ما روزانه خودمون و اطرافیانمون دارن انجام میدن اینه که داریم همدیگر رو هیپنوتیزم میکنیم برای عدم موفقیت یا موفقیت. و اینجا میاد شروع میکنه در مورد محیط صحبت کردن و اینکه از ما سوالهایی رو میپرسه، میگه شما قدم بعدی که دارین در مورد بعد از ویژوالیزیشن، بعد از اینکه اون سلف ایمیج رو طراحی کردیم برای خودتون، اینه که از خودتون بپرسین هر لحظه توی پروسه‌ای که من دارم انجام میدم چه افکاری داره سراغ من میاد و آیا اون افکار من هستن یا افکاری هستن که به من این پست شدن، و مهمتر از اون آیا این افکار درست هستن یا نه. اصلا از کجا معلومه که این حرف مهم درست باشه؟ و سوال یه خورده عجیبیه این سوال، ولی در واقع میگه که ما معمولا قبول میکنیم اون چیزی که مدیا بهمون دیکته میکنه و این رو سوال نمیکنیم در موردش. این چیزی که دکتر شاد توی کتاب What to say to yourself when you talk to yourself What to say when you talk to yourself چیز میکنه، در واقع توضیح میده در موردش و میگه این خیلی موضوع مهمی هست که ما با خودمون صحبت کنیم، اون ایمیج رو بسازیم و حواسمون باشه داریم چی به خودمون میگیم، از چه واژه هایی داریم استفاده میکنیم، آیا دغدغه هامون دغدغه های منفی هست حتی دغدغه ها، یا اینکه دغدغه های مثبت هست، آیا چالش های مثبت هست یا چالش های منفی هست، آیا چالش من اینه که مریضیم رو خوب کنم یا چالش من اینه که هلسی تر بشم، اولی منفیه و دومی مثبته. و خب در واقع میگه که همه مهمترین نکته‌ای که توی این بخش داره در موردش صحبت میکنه اینه که سلف هیپنوتیزیشن مهمترین اتفاقیه که در مسیر رسیدن به یک هدف برای ما اتفاق میفته، یعنی و این کاریه که عملا ذهن ما داره انجام میده و اینجاست که دیفرنشیشن اصلی رو داره در مورد اون دوتا قدرت عظیمی که ما توی خودمون داریم، یکی ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه. و میگه که ضمیر خودآگاه که اون رشنال برین ازش صحبت میکنه یک فاکتور کنترلیه، در واقع کارش اینه که هدف مشخص کنه، داده جمع کنه و تخمین بزنه که مثلا چقدر طول میکشه تا من به یک مسیر برسم، یا آیا این هدف ارزش این رو داره، ارزش زمان من رو داره،
یا ارزش تلاش من رو داره، یا این تخمین هاست که بیشتر کار رشنال برینه. و میگه که انسان مدرن یاد گرفته که روی این ذهنش تمرکز کنه و روش در واقع روی این ذهن اتکا کنه برای رسیدن به اهدافش، ولی به همین دلیل زیادی مضطرب میشه، زیادی میترسه و این باعث میشه که به اهدافش نرسه و در واقع take no thought for the matter، به قول حالا این یه مثاله که میزنن دیگه، یه اصطلاحه که در واقع قدمی بر نمیداره برای اون مسیر و اینقدر به خودش شک میکنه، چون باز داره از ذهن خودآگاهش استفاده ای رو میکنه که باید اون استفاده از ذهن ناخودآگاه بشه. استفاده ای که فقط باید از ذهن خودآگاه کرد اینه که از ذهن خودآگاه بخوای که یک هدفی رو برات بذاره و ازش بپرسی آیا این هدف برای من ارزشمند هست یا نه، و بذاری که تخمین هایی رو بزن، اما مسیر رو باید ذهن ناخودآگاه ما بره و باید اعتماد کنیم که این ذهن ناخودآگاه من رو به اون مسیر میرسونه. و این اتفاقیه که میگه برای افراد وقتی میفته، و این نمودار رو مثال میزنه، وقتی میفته که از ذهن خودآگاه خودشون در واقع ناامید میشن. میگه انسان ها یک مسیر رو با اعتماد به نفس زیاد شروع میکنن، چون عموما میگم من هوش رفتن این مسیر رو دارم و حالا ما هممون توی تریدینگ اینو تجربه کردیم، یکی بیشتر یا کمتر، و میگه این مسیر رو ما شروع میکنیم با اعتماد به نفس بسیار بالا حرکت میکنیم و میرسیم به پیک آف ماونت سوپید، میرسیم به قله حماقت و اون حالا توی اون مسیری هستیم که در واقع چیز خاصی هم نمیدونیم، یعنی فقط اینقدر اومدیم جلو و هیچ خاصی هم نمیدونیم، ولی اعتماد به نفس زیادی داریم چون ذهن ما بهمون میگه که خب این مسیر رو من میتونم برم، چیز خاصی نیست، یه سری قوانین داره، من فقط اینها رو انجام میدم، رعایت میکنم، یه اکانت دیگه باز میکنم، این بار دیگه این بلو آب نمیشه. و خب این مسیر ما رو بر میگردونه، نتایجی که داریم توی این مسیر ما رو بر میگردونه به یک چیزی که دانینگ کروگر بهش میگه دره ناامیدی. در واقع میرسیم به یه جایی که از اون ذهن خودآگاه خودمون ناامید میشیم و اونجاست که در واقع از اون نو ناثینگ شروع میکنیم به اینکه کم کم در واقع یادگیری و اون ذهن خودآگاه رو شروع میکنیم آرومتر کردن و ریلکستر شدن و کم کم پیشرفت کردن و در واقع فرمون رو سپردن به دست ضمیر ناخودآگاه. در واقع میگه از وقتی که ما عنصر و فاکتور زمان رو از دست خودمون میاریم بیرون و اجازه میدیم که ضمیر ناخودآگاه با پیسی که خودش میخواد حرکت کنه، از اون کف اون مسیر که اون دره ناامیدی هست و ناامید شدیم از مسیر ذهنی، شروع میکنیم حرکت کردن و یک مسیر کم و بیش بالا رونده رو خواهیم داشت. بذار من اینو و خب در این مسیر میگه که ببین کاری که شما باید انجام بدین و چیزی که باید حواستون باشه اینه که خودتون رو دیسکارج نکنین و جوری که میتونین خودتون رو دیسکارج کنین این با تخمین زدن روزانه است. در واقع یک جمله خیلی قشنگ داشت که من اینو نیاوردم اینجا، نمیدونم چرا، اینه که خودتون و دیگران رو روزانه وزن نکنین و اجازه بدین که در واقع ضمیر ناخودآگاه شما از مسیر تصمیم بگیره که توی اون مسیر چطور حرکت کنه، دنده عقب بگیره، جایی رو از میانبر بره یا نره و کم حواسش به نشانه هایی باشه که در مسیر میبینه. و در مورد ایوالویشن صحبت میکنه و میگه که ایوالویشن و تخمین زدن یک شمشیر دو لبه است و اگه در مسیر ازش استفاده بکنیم اون ما رو از مسیر گمراه میکنه، اما اگر در ساختن اون ایمیج استفاده بکنیم، در دیتیل کردن، در جزئی کردن اون ایمیج ازش استفاده بکنیم، حتما ما رو به مسیر خواهد رسوند، در واقع به هدف خواهد رسوند. و باز توضیح میده که کاری که باید بکنی اینه که یک ویژن در واقع برای خودتون متصور بشین
و بعد مهمترین قسمتی که شما کاری که باید بکنین اینه وقتی میشینین شروع میکنین به نوشتن به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک ورزشکار شروع میکنین ورزش، به عنوان یک تریدر شروع میکنین به ترید کردن، فراموش کنین اون ویژن رو و اجازه بدین که نالج و در واقع تصمیمات کوچولوی شما مسیر رو برای شما پیش ببره. در واقع شروع میکنه صحبت کردن از اینکه ما چجور باید از ذهن خودآگاهمون استفاده بکنیم و بعد چطور باید اون رو رها کنیم و میگه این بخش خیلی مهمه، به همون اندازه ای که شما هدف رو چیدین مهمه که بتونین این هدف رو رهاش کنین و اجازه بدین که هر لحظه اون هدف از سمت ذهن خودآگاهتون تخمین زده نشه و زیر پرسش قرار نگیره. حالا یه مقدار صحبت میکنه در مورد این که چرا ما این کار رو میکنیم و چرا هر لحظه هی تخمین میزنیم. یک سری موضوع روانشناسی رو میاره که فکر میکنم خیلی طول بکشه اگر بخوام درمش صحبت کنم، ولی این قسمت رو من خیلی دوست داشتم چون اینو من فکر میکنم بچه هایی که حالا ما هم توی رانندگی اینو یاد گرفتیم، بچه هایی که هنر خوندن این رو نقاشی موزیک کار کردن، دنس کار کردن، اینو خوب میدونن، اینه که یک اتفاق خلاقانه و فلو استیت به قول معروف این جاییه که ما توش شروع میکنیم به یادگیری. من یادمه که وقتی طراحی یاد میگرفتم استادمون رو کچل کرده بودمش، میگفتم ببین خب اینجا من این خط رو باید چطوری بکشم، اینجا باید این خط رو چجوری صاف بکشم، اینجا رو چجوری یه دایره خوب بکشم، چجوری این رنگ باید دقیقا چی باشه، و اون همیشه به من میگفت که مهدی فقط بکش، این درست میشه خودش. و من یادمه که 6 7 ماه در عذاب بودم فقط با سوالهای مختلف، ولی خب کم کم شروع کردم کشیدم ببینم که خب سوالها خودشون رو جواب دادن. و صحبت میکنه در مورد همین مسئله چارلز داروین و ارشمیدس و میگه که اتفاقات و مسیری که شما میریم باید اسپانتینیس باشه، باید خلاقانه باشه و کم کم باید به صورت ریلکسی شما رو برسونه. و مسیر این فول، مسیری که در واقع توی اینستاگرام بهش میگن The Hustle Society، اون جامعه، اون افرادی که دوست دارن با فشار، با پوش کردن شدید به یک هدف برسن، میگه اون مسیر، مسیری که به ما یاد دادن به اون صورت میتونیم به مسیر به هدف برسیم، و اون مسیر در واقع مسیری نیست که ما رو به هدف برسونه. بهترین مسیر مسیریه که توش ریلکس باشیم، آرامش داشته باشیم، روی اون ایمیج کار کنیم و در نهایت موقع کار اون ایمیج رو رها کنیم و بذاریم به صورت خلاقانه زمین ناخودآگاه خودش رو به مسیر به اون هدف برسونه. و میگه به این صورت ما باید جوری در واقع اون کار رو انجام بدیم از ایف، انگار که ما رسیدیم به اون هدفمون، و در واقع کار ما این هست که این حس از ایف، حس این که ما به اون هدف الان رسیدیم و ما الان یک ورزشکار درست، یک نویسنده خوب، یک تریدر موفق هستیم و کار ما در واقع این هست. و میگه به این صورته که ما به یک اینتگریتی و به یک کامپیتنس، به یک در واقع فارسی چی میشه، به یک انسجام ناخودآگاه میرسیم. یک چیزی که در روزهای اول شاید باید سوالهای زیادی از خودمون میپرسیدیم تا بتونیم یک پروسه کانشس و پروسه خودآگاه رو کم کم تبدیل کنیم به پروسه ناخودآگاه، کم کم به یک توان ناخودآگاه میرسیم و اون توان ناخودآگاهه که ما رو موفق خواهد کرد. ما در واقع فقط باید از جلوی راش بلند شیم. این جمله‌ای که توی کتاب اون غول درونی خودتو بیدار کنه تونی رابینز در واقع درمش صحبت میکنه. و این جمله که من خیلی دوست داشتم، من تو مدت ها توی یک بیزنس دیگه واقعا گیر کرده بودم و این جمله باعث شد من هفته قبل دوباره شروعش کنم بعد از 9 سال. و این جمله این بود که میگه به محض اینکه شما یک ایده میاد سراغتون شروع کنین اون رو انجام دادن. به محض اینکه ایده میاد و سکسس اینستینکت شما، اون اینتویشن، اون
نیروی غریزه موفقیتتون برمیخیزه، شروع کنین اون رو انجام دادن و اجازه بدین که خودش رو سلف کورکت کنه. در واقع داره میگه که عقب انداختن اون هدف و اون ایده تنها دلیلش اینه که ما هنوز فکر میکنیم برای جلو رفتن اون ایده نیاز داریم که از ذهن خودآگاهمون استفاده بکنیم. و ذهن خودآگاه کارش اینه که ترس و مشکلات رو پیدا بکنه، در واقع از ما مراقبت کنه. بنابراین شروع فکر کردن و اکشن انجام ندادن در مورد یک ایده در واقع شروع فیل شدن اون ایده است. این خیلی برام جالب بود. و اینکه در واقع صحبت میکنه که انسان ها یک نورال کورتکس، یک ذهن خیلی قوی دارن، ولی برای رسیدن به اهداف mostly بیشتر irrelevantه، مرتبط نیست اصلا رسیدن به اون هدف. برای رسیدن به اون هدف چیزی که مرتبطه اینه که ایمیج مشخص باشه و شما بتونین که اون رو رها کنین در مرحله انجام دادنش و روی اون مسیر متمرکز بشین. و این موشکی که موشک بالستیک، اون حالت سایبرنتیکس که توضیح میده، اون سوال هر لحظه از خودش میپرسه آیا در مسیر درست هستم یا نه، بعد اون سوال رو از خودتون بپرسین، جای این که آیا من امروز چطوری به فلان هدف خواهم رسید. این سوالی بود که من سوالهای اول تریدینگ زیاد میپرسیدم از خودم و میگفتم خب امروز چجوری میتونم مثبت باشم، یا امروز چجوری من میخوام امروز 1% مثبت باشم، خب چیکار کنم. و میگه خب به جای این هدفی در واقع شما رو دورتر میکنه از مسیرتون، بپرسین از خودتون من امروز چه اکشنی رو میتونم انجام بدم که بیشتر در مسیر رسیدن به اون هدف قرار بگیرم. و این دوتا خیلی با هم متفاوت هستن، در عمل خیلی متفاوت میشن و هر قدر شما بیشتر اینها رو تصور کنین راحتتر میتونیم به اون هدف برسیم. خب میام قسمت بعدی، در مورد پترن صحبت میکنه. میگه که سلف ایمیج یا تصویر شخصی شما با در واقع با عادت هاتون یکی هستن. خیلی جالبه، یک مثالی رو میزنه که نمیدونم کجا گذاشتم، فکر کنم در مورد اینجا هستش. میگه که کلمه هابیت، کلمه عادت، در لاتین به معنای لباس بوده. و این خیلی جالبه که در واقع عادت چیزیه که به تن ما فیت میشه. یعنی یک عادتی رو من مهدی میتونم داشته باشم که اصلا اون عادت به تن رضا فیت نمیشه، چون تصویر متفاوتی رو داره از خودش. و میگه برای تغییر دادن عادتهای قبلی و ساختن عادتهای جدید، ما نیاز داریم که تصویر ذهنی رو از خودمون تغییر بدیم تا عادت‌های قبلی دیگه فیت نباشه، یعنی شما دیگه نتونین اون عادت رو داشته باشین. و عادت موفقیت بهترین عادتیه که به قول این کتاب میتونیم برای رشد خودمون داشته باشیم، که عادت‌های قبلی نه تنها بدون اینکه بتونن چیز خودش برگردن در طول زمان بتونن این کار بکنن، بلکه به راحتی بتونیم ازشون جدا بشیم. و میگه که اگر شما اعتقاد دارین چیزی رو در مورد خودتون، اون عادتی که مرتبط به اون اعتقاد هست رو خیلی راحت تر میتونین دیولوپ بکنین. و بعد صحبت میکنه در مورد لوپ های فیدبک و میگه که جوری که ما میتونیم عادت ها رو عوض بکنیم، حالا حالت های مختلفی هست و میتونیم اکسرسایز های مختلف، تمرین های مختلف رو بکنیم در این باره. و اگر ما اعتقاد داریم چیزی رو در مورد خودمون، اون اتفاق خیلی راحت تر ممکنه بیفته. و چیزی رو که من خیلی دوست داشتم در مورد این بخش از کتاب که در مورد عادت ها صحبت کنه، میگه شما هر اکشنی که انجام میدین یک رأی هست به اون انسانی که میخواین بشین. بنابراین چه شما میدونین که چه ایمیجی دارین یا ندارین، شما به هر حال در طول روز، در طول انجام یک مسیر، رفتن یک مسیر و رفتن به سمت یک هدف، شما باید دارین یک ایمیجی رو برای خودتون، چه میدونین چی هست یا نمیدونین، اون ایمیج رو دارین قوی تر میکنین به هر حال. بنابراین کاری که باید بکنین
اینه که ایمیج رو برای خودتون مشخص کنین که چی هست، بهترش بکنین و این بار از خودتون بپرسین آیا این عملی که من دارم انجام میدم یک رأی هست به اون گل، به اون هدفی که میخوام بهش برسم یا نه، و آیا داره اون رو قوی تر میکنه یا نه. و در مورد اهداف صحبت میکنه، اینجا در مورد این صحبت میکنه که اعتدال، من خودم میادم غالب از مدت زیادی رو حالا تریدینگ رو گذاشتم کنار و میخواستم توی اون حالت به یک اعتدالی برسم و صحبت میکنه در مورد اینکه آدمیزاد کلن انسان موجودی است که در حرکت به اعتدال میرسه و چیزی که خیلی از ماها رو به همون قبولوندن که با فاصله گرفتن از اهدافمون و با انجام ندادن یا با در واقع کنار گذاشتن اهدافمون میتونیم به اون اعتدال و اون آرامش برسیم، اون اتفاقی نیست که میفته. در واقع میگه شما همواره سوار یک دوچرخه هستین و اون دوچرخه در واقع تصویر ذهنی شماست از خودتون، اون چیزی که خودتون اونطوری میشناسین. شما همواره سوار اون هستین و اون با یه مومنتوم و با یک در واقع سرعتی داره حرکت میکنه. میتونین ازش متوجه باشین که اون چی هست یا میتونین متوجه نباشین، به هر حال شما دارین سوار اون دوچرخه میرین و به محضی که اون رو نگه دارین زمین خواهید خورد و در واقع اعتدال شما در رفتن به سمت هدفتون اتفاق میفته و خود این یک مسیر، یک دلیل دیگه هست که روی ذهنتون در واقع اتکا نکنین، چون ذهن شما میتونه کاملا گوزننده باشه و گاهی وقتا شکست هایی رو دلیل توقف شما اعلام کنه بهتون و به دلیلی که شما موفق نشدین این کار رو در این بازه زمانی انجام بدین پس متوقف شو. و میگه این خطرناکترین چیز برای رسیدن به یک هدف، چون مومنتومه که در واقع اون شما رو به اون هدف خواهد رساند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مومنتوم شما در فیلیر ها هست، در شکست ها هست یا در موفقیت ها. برای ذهن ناخودآگاه مهم نیست، تا وقتی که شما یک هدف ذهنی دارین براش مهم نیست اون شما رو به هدف خواهد رسوند، فقط مهم اینه که شما این مومنتوم رو حفظ بکنین و یادآوری کنین به خودتون که این مسیر مسیری نیست که ذهن من از قبل بتونه بدونه که این مسیر چگونه خواهد بود. من فقط این مسیر رو خواهم رفت در انتهای روز مثل کسی که به هدفش رسیده و همکنون در اون هدف هست، اون احساس رو دوباره تمرین میکنم، چشم خودم میبندم، اون 15 دقیقه رو تمرین میکنم و میگذارم که ضمیر ناخودآگاه فردا برگرده سر کار و این سوال رو از خودم میپرسم over and over که من آیا در مسیر درست هستم یا نه، نه اینکه امروز آیا فلان درصد رو در میارم یا نه، یا امروز بهترین پرتابه نمیدونم توپ رو توی هدف دارم یا نه. و در ادامه صحبت میکنه در مورد اینکه هدف شما، یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که هدفی رو انتخاب بکنین که برای شما ارزش رسیدن داره و اگر اون هدف برای شما حس کوچیک بودن میده باید بیشتر روش کار کنین. مثلا اگر هدف شما اینه که هفته 1000 دلار در بیارین و بعد از اینکه اون به اون هدف برسین شما شروع میکنین توی دور خودتون چرخیدن، در واقع این هدف بیارزش داشتن مثل اینه که شما گول پرسونال اصلا ندارین، در واقع ویژنی ندارین و به قول این کتاب میگه که ما ساخته شدیم برای اینکه با در واقع موانع مختلف روبرو بشیم و نگران نباشین از اینکه هدف شما کمی بزرگتر از اون چیزی باشه که شما فکر میکنین میتونین بهش برسین. نگران این نباشین و انسانهایی که میگن زندگی قابل ارزش نیست معمولا کسایی هستن که اهداف شخصی با ارزش ندارن و بنابراین شما باید کار کنید روی اینکه
مطمئن بشین این هدف برای شما چقدر ارزشمنده. و خب این باز برمیگرده به اینکه چرا اون هدف برای شماست و شما چرا این هدف رو انتخاب کردین. و در ادامه میگه که آیا این هدف واضح و کاملا برای شما در واقع کامپلینگ، حالا یعنی که میتونه شما رو مجبور بکنه که باورش بکنین یا نه، چقدر برای شماست این هدف، چقدر کار کردین رو خودتون که این هدف مال شما باشه. و سوال خوب دیگه که میپرسه که من حالا این روزها زیاد میپرسم در حین تریدینگ اینه که برای پیشرفت به سمت این هدف الان چه کاری میتونم بکنم برای اینکه بیشتر توی این مسیر قرار بگیرم. باز یادآوری میکنم که سوال ذهنی، سوال ذهن ناخودآگاه اینه که مسیر شما چی هست، بیشتر توی این مسیر قرار بگیرم، نه اینکه امروز به هدفم میرسم یا نه، مسیرم رو چجوری میتونم بهتر کنم، همین حالا چه کاری میتونم انجام بدم. آیا اون پروسه ساختن اون تصویر ذهنیه، یا اینکه آیا باید دوباره تریدینگ پلنم رو دوره کنم، چه کاری میتونم بکنم برای اینکه این لحظه مسیر رو یک مسیر مشخص تری بکنم. و خب این بخش بعد، این بخش برای من خیلی جذاب بود، چون این چیزیه که من فکر کنم خیلی ها گرفتارش هستن توی حالا به خصوص توی تریدینگ، و در واقع اهدافی که شاید زمانش مقدار مشخص نباشه. من توی هنرم این تجربه رو داشتم، ولی خب اونجا خیلی احساس شکست نمی کردم، اما توی تریدینگ خیلی این اتفاق می افتاد و کسایی می دیدم، دوستای خودم، دوستای نزدیکم که با 2 تا 3 تا فیلیر واقعا نابود می شدن، یعنی اتفاقی نیفتاده بود واقعا در نهایت براشون. یعنی در طول زمان می تونستیم ببینیم که اگر 2 روز 3 روز 1 هفته 1 ماه از اون اتفاق بد براشون می گذشت، می دید که اون آدم خیلی راحت نشسته داره کارشون می کنه. ولی خب فیلیر ها رو در مسیر خیلی جدی می گرفتن. و این بخش کتاب واقعا بخش جذابیه. صحبت میکنه از یکی از فوتبالیستای در فوتبال آمریکایی، بیب روث، که خب رکورد داره توی این بازی، و میگه ببین این آدم از یعنی این ورزشکار از 10 تا توپی که میزد 3 تاش فقط به هدف میخورد، و در واقع میشه گفت این آدم فیلیرهای بسیار زیادی داشت به نسبت حالا من که دارم ترید میکنم یا یکی دیگه که در زمینه خودش را انجام میده. اما اون متوجه بود که فیلیر یا اشتباه یا در واقع قضاوت نادرست یک بخش جدا نشدنی از این مسیر. و یک کوتو داره از تونی رابینز که میگه موفقیت محصول قضاوت خوب، قضاوت خوب محصول تجربه، و تجربه محصول قضاوت بده. در واقع شما از قضاوت بد شروع میکنین و به موفقیت میرسین، و شما رو تشویق میکنه که با ذهن خودآگاهتون به موضوع فیلیر نگاه نکنین، با ذهن ناخودآگاه بهش نگاه کنیم، با ذهنی که میدونه در انتهای این صد شکست شما موفقیت رو خواهید داشت، با اون ذهن باید نگاه کنیم. بنابراین باز تاکید کنه که ذهن ما میخواد در واقع برای دفاع از ما و برای محافظت از ما تا جایی که ممکنه تعداد شکست ها رو کمتر کنه، اما ذهن ناخودآگاه میدونه که مسیر واقعی پر از فیلیره و تنها راهی که میشه در واقع به هدف رسید و تنها راهی که ضمیر ناخودآگاه بلده با اون کار کنه، چون یادمون باشه سایکو سایبرنتیکس، یعنی قضیه این ضمیر ناخودآگاه موضوعش موضوع سلف کورکشن های جزئی هست در طول زمان، و این سلف کورکشن ها رو فقط از دیتای اشتباه در واقع داره به دست میاره، دیتای اشتباه و یک ایمیج مشخص و صحیح. اون ایمیج جلوشه، اون دانش ما جلوی ماست، و
اون قضاوت اشتباه رو میگیره و میگه خب اینجا باید مسیر رو یک مقدار بهتر کنم، و میگه مسیری که ما رو به سمت هدف میبره این مسیره، نه مسیری که ذهن ما داره بهمون میگه. و خب این خیلی خودش جای کار داشت، کلی قضاوتی که من تو این سالها روی خودم داشتم ازم گرفت. بستن یک ترید و یک ترید لاس رو خیلی راحت تر کرد، همونطور گفتم اصلا هفته قبل اولین باری که این کار دارم میکنم و تازه تریدینگ برام شیرین شده، چون از اون ترس شکست اومدم بیرون و میگم خب حالا اینجا جایی که بذارم برسه یک منفی یک منفی 2%، خب همینجا میبندمش، ترید بعدی خوب در میاد. و موضوع فیلیر رو در واقع از موضوعیت خارج کرد. و خب در نهایت کتاب میگه که دوباره یک دوره کلی میکنه در مورد موضوع کتاب و میگه که حالا این کوتیه که از رابین شارما آوردم، ولی در واقع حرفش توی این بخش همینه، میگه هر چیزی دو بار خلق میشه، یک بار در ذهن و یک بار در واقعیت. و میگه برای اینکه اون اتفاق در واقعیت بیفته باید احساس موفقیت رو توی خودت زنده کنی، و اون تنها راهیه که میتونه باعث بشه اون هبیت ها، اون لباس های موفقیت رو به خود بپوشونی. و وقتی که در واقع احساس موفقیت احساس خیلی قوی هست برای ما، ما امکان نداره که در واقع اشتباهی نمیتونیم بکنیم. اینجا توی این بخش در واقع موضوع فیلیر و شکست رو کاملا نابود میکنه و میگه اصلا شکست اصلا وجود نداره وقتی این مسیر قراره، وقتی احساس شما کاملا خیلی قوی هست در مورد یک ایمیج، یک تصویر ذهنی، یک هدف که برای خودتون ساختین، پس موضوع شکست کاملا منقضی میشه و شما در واقع کار اشتباهی نمی کنین. شما دارین توی اون مسیر تجربه کسب میکنین و به اون هدف خواهید رسید. و کاری که باید بکنین اینه که خیلی راحت گول خودتون رو مشخص بکنین، یک تصویر ذهنی کاملا کلیر داشته باشین و احساسی رو که اون تجربه به شما میده اون احساس رو در واقع ایوک کنین برای خودتون بیارین، چیزی که جو دیسپنزا خیلی ازش صحبت میکنه. و حالا در نهایت توضیحات پایانی کتاب میگه از قدرت بی نهایت سابکانشس مایند استفاده بکنید، این سوپر کامپیوتریه که میتونیم ازش استفاده بکنیم، نبرین خودتون رو توی میز، توی دست، توی در واقع دست و پا زدن های ذهن خودآگاه، و اجازه بدین که ترس ها و نگرانی هایی که بالا میاد در خارج از مسیر باقی بمونه و شما اعتماد کنیم به ذهن ناخودآگاهتون. و در نهایت اون تصویر رو دوباره، اون در واقع اون اکسرسایز رو، اون تمرین رو دوباره یه سامری به ما میده و میگه که شما میتونید این رو این بار در نهایت در انتهای روز کاریتون به این صورت انجام بدین که یک ریلکسیشن روتین دارین برای اینکه اون فشارها از بدنتون خارج شه، یه جا دراز بکشین و تصور کنین که بدن شما کاملاً از خاک، از بتون ساخته شده، دارین فرو میرین توی اون جایی که هستین تا تنشن ها، فشار های مختلف، کشش های مختلف از بدنتون خارج بشه. بعد اون تصویر رو شروع کنین ساختن و مهمترین بخش اون تصویر اینه که بعد از اینکه اون تصویر موفقیت رو ساختین نیاز نیست بدونین که چطور این تصویر اتفاق افتاد، و این شروع جاییه که شما دارین قبول میکنین که این کار، رسیدن به این هدف کار مغز خودآگاه شما نیست و مسیری هست که ابزار اون رو ضمیر ناخودآگاهتون داره و دست ضمیر خودآگاهتون نیست، اصلا کارش نیست. و بعد از اون یک حسی از موفقیت رو مثل حس مسواک زدن مثلا صبح، قرار گذاشتیم مسواک بزنین، اون کار کردین، حس خوبی داده، همون حس رو بیارین توی این تصویر انسان موفقی که دارین از خودتون، اون حس رو انتقال بدین به این تصویر، و کل این در واقع این پروسه باید چیزی حدود 15 دقیقه طول بکشه.
که به این صورت هست، به این صورت این سه قدم که در واقع تنشن رو ریلیز کنین، ویژوالایز کنین و حس موفقیت با حواس مختلف و دیتیل های مختلف رو در واقع تزریق کنیم به اون تصویر. خب این خلاصه ای بود از کتاب. من خیلی جاهاشون نگفتم راستش رو بخواین، چون خودم هم یه مقدار دیگه اولین باری که یه جا پرزنت میکنم و عالی، امیدوارم که استفاده کرده باشین و حالا لذت برده باشین. نامبر وان، استاد در نامبر خدمت وان. شما هستم. عالی، خیلی زیبا، کتاب جذاب، مهدی عالی. صدامو دارین دیگه؟ صدای من میاد. داره خیلی کتاب فوق‌العاده ایه. به نظرم همه باید 4-5 بار بخونن، چون دفعه اول برات باز نمیشه، دفعه دوم یه ذره متوجهش میشی، دفعه سوم میفهمی ای وای چقدر اشتباه داشتم تو طرز فکرم. بچه شنیدین دیگه، الان این چند وقته کلی دارین تو اینستا و نمیدونم این ور اون ور از این مربی موفقیت ها بهت دارن تز میدن. صبح بلند میشی کارا رو متفاوت انجام بده، با دست چپ، اگه دست راستی با دست چپ مسواک بزن. از تو همین کتاب اومده، آنتونی رابینز خودش از دل این کتاب اومده. خیلی از بزرگا، گنده های موفقیت دنیا از تو این کتاب اومدن. میدونید چرا؟ چون کاملا کتابیه که اگه چشم حقیقت بین داشته باشی بهت میگه. خیلی مهم، انقدر مهمه که الان نیم ساعت، شاید نزدیک بشه با یه ساعت وقت ورکشاپ بچه ها رو گرفتم، چون اگه این کار رو نمی کردم هیچکی سراغ این کتاب نمی رفت، هیچکی نمی خونه این کتاب رو. میدونید چرا؟ 99% آدم ها این کتاب رو می خرن، می زنن رو گنجه اتاق، هیچ وقت سراغش نمی رن. 99% آدم ها میخوام این کارو بکنم، و کتابو داریم با صدای اون مهدی عزیزمون که نیست، مهدی خالصی الان نیست، کار داشت نیومده، قرار بود بیاد و نرسیده دیگه، حالا اشکال نداره. با اون صدا فصل اولش از امشب میخوام بذارم توی کانال تلگرام، ازش اجازه هم گرفتم، خوشحالم شده، میخوام بذاریم کانال تلگرام ببینیم چند نفر عمومی فقط گوش میدن به این کتاب. وحشتناکه، کتاب یه آدم جراح پلاستیکه، یه جراح پلاستیک 1960 اگه اشتباه نکنم. میدونی چی کار کرده؟ میگه آقا بیشتر آدما مشکلشون این که میرن جلو آینه چیز دیگری رو میبینن و فکر میکنن اگه لباسشون عوض شه، اگه قیافشون عوض شه، اگه دماغ بزرگشون کوچیک بشه، دندوناشون لامینیت بشه، مشکلشون حل میشه. اما مشکل اینجا نیست، مشکل اون آدم چیز دیگریه. برای همینه توی جامعه میبینین تعداد زیادی آدم یه کار رو انتخاب میکنه، معاملگری، پزشکی، این ور اون ور، به محض این که میره واردش میشه تمومه دیگه، اون کارو دوست نداره، میخواد انصراف بده، میخواد به از این شاخه به اون شاخه میپره. میدونی چرا؟ چون درست انتخاب نکرده. میگه clear goals، یعنی گلا، اهداف تمیز. میگه هدفات باید تمیز باشه، انقدر تمیز باشه که بدونی چرا. اون جمله خیلی خوشگل بود، یکی از بهترین پریزنتیشن هایی بود که تو عمرم یه نفر اجرا کرد، لذت بردم، چون همه رو نوشته بود، نوشته چرا. میگه باید بپرسی که چرا اون هدفته. آقا من میخوام پولدار شم، همه میخوان پولدار شن، تو نوعی چرا میخوای پولدار شی؟ چی میشه تو زندگی، چه اتفاقی میفته، چی کار قراره بکنی که خاص باشه. حالا اونجا اون نقش خودمون رو تو زندگی، تو اجتماع دونستن بهمون کمک میکنه که آقا چه اتفاقی بیفته، ما راحت تر بریم اون مسیر رو، بفهمیم چرا اون انتخابو کردیم. بعد در مورد تلاشم خیلی عالی بوده، میگه الزاماً تلاش تو رو موفق نمیکنه، برو شب تا صبح بدو تلاش بکن. اگه ویژن نداشته باشی، هدف نداشته باشی، به هیچ جا نمیرسی، به هیچ جا نمیرسی اگه هدف. میدونی چرا؟ چون روزات معلوم نیست. دیدین میگی مارکتو، حالا معامله گریش هم من میکنم، میگی مارکتو تعقیب بکن، دیروز رو میبینی، تحلیل هفته پیش رو میبینی، صبح رو میبینی، سشن رو میبینی، بیا رو مارکت امروز، دیروز رو ببین. باز یه عده میان میگن نه دیروز بازار تاثیر نداره، یه هفته پیش بازار تاثیر نداره. میتونه تاثیر نداشته باشه، اما من و تو وظیفمون اینه که اگه تاثیر داشته باشه بگیریم. میگه در مسیر، خیلی مهمه، من سالهاست اینو میگم به بچه ها، بچه ها اشتباه برداشت میکنن. خیلی ها که میان معامله گری
خیلیاتون شاید همین بچههایی که اینجا نشستن، بچه های وی آی پی، همین طرز فکر بوده، طول کشیده تغییر بکنه. میاد میگه چند درصد سود میکنم، میاد میگه چقدر طول میکشه موفق بشم، میگه چقدر، آقا چقدر متوسط شاگردایی که داشتی، بچههایی که اومدن پیشت دارن در میارن. میدونی چیه؟ نمیدونه، خودشو داره با بقیه مقایسه میکنه و نمیدونه که در مسیر میتونی سلف کارکشن. من اولین باری که این کتاب رو خوندم دانشگاه بودم، یکی از استادای خیلی خوبم، گفتم دیگه، علیرضا نوینزاده، قبلا تو لایوا گفتم، یه استاد خیلی خوب از آمریکا اومده بود، آدم با دانش، گفت این کتاب رضا بخون برای آیندت خیلی خوبه. البته ما بحث طراحی موشک رو داشتیم، موشک ها دو نوعن، موشک های قدیمی از اینجا میزنی نقطه A میاد اینجا نقطه B، یعنی از اینجا میاد اینجا، اما خب خیلی دقت نداره. اگه میخوای موشک دقیق باشه چه اتفاقی باید بیفته؟ باید در مسیری که میره، حالا این خیلی پیچیدش میکنه، این خیلی پیچیدش میکنه، در مسیری که میره باید مرتب خودش رو ادجاست کنه، تنظیم بکنه. این فوق‌العاده است. برای من اولین بار اونجا بود، این کتاب رو خوندم فهمیدم اصلا ما تو هدف گذاریمون هم مشکل داریم. ما کسی به همون یاد نداده که هدف تو میتونه مقطعی باشه با رشدت. حالا تعریف اینو علی تو کامنت ها گفت، موافقم، میگه درک کن تفاوت اشتباه و شکست رو. تو دمو داری کار میکنی، اشتباه میشه، اکانت از دست میدی، شکست نیست برات، اما تو شکست تصورش میکنی، تو خودتو میزنی زمین، به خودت یه حرفایی میزنی که جبران ناپذیره. در مورد عادت میگه عادت لباسه. میدونی چرا اینو میگه؟ چون یه آدم روانشناس داره این حرفو میزنه، ته روانشناسی این جمله، بهت میگه عادت لباسه. یعنی چی؟ یعنی تو لباستو میتونی همین الان در بیاری تغییر بدی. روانشناس داره اینو بهت میگه، من نمیگم، بعدا نگیم فلانی گفته. یعنی چی؟ یعنی داره باور بهت میده، داره نابود میکنه همه باورایی که بهت گفتن آقا 3 ماه 6 ماه 1 سال طول میکشه تغییر بکنی. حالا این 60 سال پیش بوده، الان ببینین اگه با علم الان مینوشت چه حرفای میزد، یعنی دیوانه کننده. میگه باور لباسه، میگه عادت لباسته، لباستو میتونی تغییر بدی. خیلی جالبه. میگه هدفه که میذاری باید هر روز خودتو با دیگران وزن نکنی، آقا فلانی سود کرد، فلانی اینجوری شد، همسایه‌ام ماشین خرید، پسرم من موفق شد، من چرا اینجوری شدم؟ میگه تو مسیر خودتو داری، تو باید مسیر خودتو، میگن چی؟ پنیر خودتو جابجا کن، درسته؟ خودت باید جابجا بکنی پنیره رو، اونم مال خودتو باید جابجا بکنی، نه مال کس دیگه ایو. و اگه بخوای تمرکزتو، حالا اینو من اضافه میکنم، اگه بخوای اون مسیره رو خودت تنظیم بکنی، هر روز برگردی بیای تو مسیر درست، اولا نیاز به قطب نما داری. قطب نمای ما چیه؟ احساساتمون، درسته؟ حال خوب، حال بد. اینا تو گروه هفته گذشته صحبت کردیم، لینک میزنم به همون وایسا، دیگه توضیح نمیدم. نکته دوم، میگم اون قطب نما رو داری، میخوای مسیر تو ادجاست بکنی هر روز. اگه قرار باشه به این و اون ایکس و ایگرگ، حتی گذشته خودت فکر کنی، تمرکزت از لحظه زمان حال میره. پس امروز به جای اینکه تمرکز کنی برگردی تو مسیر امروزت، یه دفعه پرت میشی تو یه سال پیش، پرت میشی خونه همسایه، تمرکزت از امروز میره، یه دفعه منحرف میشی، یعنی انحراف از هدف. خیلی جالبه. باز میگم روانشناس داره بهت میگه عادتهای بد، هر جا که هستی احساس شکست میکنی، هر جا که هستی مدیریت سرمایه رعایت نمیکنی، هر جایی که هستی صدای منو میشنوی، میگم این کتابو بخون، بهت میگه عادت لباسته. چند بار در طول روز لباس عوض میکنی؟ چند بار در هفته؟ این به معنی این نیست عادتات باید هی هر روز تغییر بکنه، نه، به معنای اینه که میتونی یه لباس شایسته تنت بکنی، یعنی عادتهای کهنه تو میتونی مثل آب خوردن که لباس عوض کردنه برداری، تا
تعبیر نکنین مثل این که میگه هر روز یه لباس تنم بکنم و نه. یه کمد لباس داری که همش مورد علاقته، منظورونه، که دست میکنی از اونا برمیداری. یه نکته خیلی خوب که میگه ضمیر ناخودآگاه، من اون موقع خودم با این کلی مشکل داشتم، اما بعد یه مدت متوجه شدم آقا سیستم عصبی ما شعور نداره، دنبالش نگردین. کل اینستا دنبال این روانشناسی و دنبال شعور سیستم عصبی هن. شعور نداره سیستم عصبیت. تو میتونی از یه اتفاق خوشایند ناراحت بشی، تو میتونی سود بکنی ناراحت بشی. چرا؟ چون داری میبینی حرکت. حالا من نزدک و بستم دارم حرکت رو میبینم، سود من میتونه اثرش بره. چرا؟ چون بازار رفته بالاتر. مثال زدم، همین امروز مثال دارم میزنم. سیستم عصبی شعور نداره. من میتونم قطب نما احساساتم، احساسم بد بشه، حالم بد بشه، سریع باید تنظیم بکنم خودمو. اما میخوام بگم چی داریم میگیم؟ سیستم عصبی ما شعور نداره، نمیتونی تنظیمش بکنی. اول باید ضمیر خودآگاهت رو تنظیم بکنی. چرا؟ چون تو کتاب میگه ضمیر خودآگاه ما وظیفه مراقبت ما رو داره. ضمیر ناخودآگاه در درونه، خودآگاه بیرونه. میگه خودآگاه مراقبت میکنه. خودآگاهه بهت میگه امروز خودتو نکش، تلاش کن برای زندگیت. ناخودآگاهت که یه دفعه حرف نمیزنه، ناخودآگاه تو یه حرکتی انجام میدی. این خیلی مهمه. قبل اینکه پس بریم سراغ ضمیر ناخودآگاه و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه و کتابای عجیب و غریب و حرفای عجیب و غریب، باید اول ضمیر خودآگاه، حرفای خوشگل به خودمون بزنیم، خودمون رو درک بکنیم، بفهمیم مسیرمون رو. تمرینی که میده فوق‌العاده جالبه، اون تمرینه که گفت نیمکره چپ و راست مغز رو میگه بین دوتا آدم، تفاوتش. میگه یه دسته آدم ها نیمکره چپی هن، یه دسته آدم ها نیمکره راستی هن. این خیلی مهمه. میگه جزئی باید بهتر بشی. میگه اگه انحراف، میگه چرا مسیره دیگه، مسیر موشکیه. میگه موشک میتونه یه دفعه منحرف بشه، ما هم میتونیم یه دفعه منحرف بشیم، اما اگه هدف داشته باشی، خوبی هدف اینه که تو چیکار میکنی؟ تو جزئی از هدفت منحرف میشی. اگه مثلا میگم ژورنال نویسی قراره تو رو موفق بکنه، امروز شاید ژورنال نویسی نکنی، یه انحراف گرفتی. فردا اگه نکنی انحرافت بیشتر شده. یه هفته اگه انجام ندی، از تهران مسیرت رفته کجا؟ زابل. یعنی اینجوری عوض شده. اما اگه انجام بدی چی؟ انحرافتو میتونی آروم آروم درست بکنی. خیلی ها تو زندگی دنبال اینن انحرافشون بیشت برگرده. دیدین هفته گذشته گفتم یه چیزای خصوصی میگیم، چون اگه عمومی بگیم همه ناراحت میشم. گفتم ترید بعدی تو قرار نیست کمبودای گذشته تو رو جبران کنه، قرار نیست کمبودای آیندت هم. یه شرایط خاصی، داستان خاصی، استوریه که امروز قرار اتفاق بیفته برات، و تو شخصیت اول قهرمان اون داستانی. تو چه جوری واکنش نشون میدی، تو چه جوری پاسخ میدی. فرقه بین آدمایی که واکنش نشون میدن، آدمایی که پاسخ نشون میدن، پاسخ میدن. مکس میکنی، نفس میکشی، شروع میکنی، یا با عجله شروع میکنی. فوق العاده کتاب جالبی همین الان کلی نوشتم. میگه اون عزیف، عزیفه خیلی باحاله. میگه انگار آقای جو وایتالی این عزیف رو ورداشت، یه مجموعه داد، یه مجموعه جو وایتالی. من چون همه این کتاب رو خوندم، خیلی جالبه وقتی نگاه میکنم میبینم از دل سایکو سایبرنتیک 500 نفر اومدن یه جمله عزیف. محدودیت صفر، کتاب جو وایتالی رو که بخونی همش در مورد اینه. تمرین داره، میگه بگو اگه بشه چی میشه. یه اصطلاح فارسیشو من اینجوری تعبیر میکنم، بشه چقدر خوب میشه، انرژی مثبت. عزیف میگه انگار، فرض کن انگار شدی. یه نفر میاد به من میگه چجوری معامله گرشم استاد، چجوری به سود برسم. میگم فرض کن انگار شدی، چی شده؟ برای من توضیح بده، چی میبینی؟ چی میبینی اون لحظه؟ خودتو میبینی چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده که به من میگی اگه بشه
میگم اگه بشه چی میشه؟ تصویر داری از خودت؟ ذهنیت داری؟ یا مثل بقیه مردم میگی فقط پولدار شم، برنامه داری یا نه؟ میگی فقط ماشین بخرم، برنامه داری برای اون ماشینه یا نه؟ اون سری گفتم رفقاتو میخوای سوار بکنی ببری شما یا نه میخری خودت هم سوار نمیشی، سری میای تو پارکینگ که یه موقع خدای نکرده خط و خش نیفته، اما تو رویات هیچ وقت به این فکر نکردی. قبول دارین؟ چند نفر قبول دارن؟ گوشی میخری، اولین چیزی که براش میخری چیه؟ پروتکشنه؟ اسکرین پروتکتوره؟ قابه؟ هنوز روشن نکرده؟ اون کسی که تو مغازه است داره برای تو چی رو نصب میکنه؟ داره محافظت نصب میکنه. تو قافیه رو همون اول تو گوشی باختی، یعنی تو اولش داری ریسکا رو دارن. چند نفر قبول دارن؟ کتاب فوق‌العاده دیوونت میکنه، جز جز زندگیمون برنامه‌ریزی اشتباه بوده، یعنی اشتباه یادم، چون بیزینسشونه، چون فروشنده از همون اول میخواد ترس بندازه برای ما، چون تا آخر عمرش نیاز به مشتری داره. کسی که میاد به تو میگه معامله گری آقا ضرر یه سمتشه، من میگم نه، چرا یه سمتشه؟ یه سمتش سوده. من و تو وظیفمون اینه که به سود برسیم، معامله ضرر یا اشتباه و زود بفهمیم ببندیم. ما وظیفمونه، برای همین داریم آموزش میبینیم، نه اینکه هرچی میشه آقا یه سمت معامله گری ضرره دیگه، امروز شانس نیاوردیم. نه، شانسی وجود نداره تو این بازار، احتماله. من اینجا نشستم اگه انتخاب میکنم معامله بکنم، های پروبابیلیتی، کیفیت بالا با مدیریت سرمایه بالا. وظیفه من این نیست که از اول درست ریسکا رو میدونم، اما امروز اومدم قهرمان داستان باشم، یه چارت بذارم اون چارت حرکت کنه. حتی کسی که هیچی از معامله گری نمیدونه اون چارت رو یه ساعت بعد ببینه بگه باری کلا یه تیکه بازار خوب دیدی. یا من هدفم اینه، حتی برای خودم میگم رضا یه فرد نادون نابینا روز اول کاری چرا تحلیل میکنم؟ دانا بشم، سر در بیارم، درک بکنم. تو کتاب همش داره از درک صحبت میکنه، درک درک درک، همینی که نوشتم 50 تا درک داره. پس میگه لباسه رو میتونی عوضش کنی، میگه رابطه خیلی باحاله، میگه رابطه سلف ایمیجینیشن با هبیت خیلی جالبه، رابطه دو طرف است. خیلی ها تو دنیای روانشناسی مدرن میگن که تو باید اول تصویر تو درست کنی که اون عادتات هم شکل بگیره، یعنی لباس بپوشی آقا آدمه، خودتو ببینی تو اون تصویره که برسی. اما این نکته جا مونده، بهت نمیگن که تو میتونی با تغییر عادتات حتی به میزان جزئی به سلف ایمیج بهتری برسی. تا حالا بهش این فکر کردین؟ تو اگه 10 تا عادت بد داری الان بهت بگم فلانی ایکس ایگرگ، چون نمیخوام نام ببرم، ما اینجا عادت بدی نداریم، واقعا اشتباه میکنیم اما عادت بد نداریم. این باور رو بهت نمیدم، چون عادتهای بد رو میتونی آنی داغونش بکنی، هرچی باشه، هرچی. یه نفر 40 سال اعتیاد داره یه جمله رو میگیره تمومه، تو لحظه عوض میشه. مگه داریم 40 سال بابا؟ یه نفر 6 ماه آلوده میشه، انقدر تو بطن آلودگیشه، اون 40 ساله بهش میگه بابا من 40 سال کشیدم، ترک کردم، من بهت راهو نشون میدم. انقدر آلوده شده میگه نه، باورش شده تو اون 6 ماه. ما عادتامون 50 تا، آقا میگیم یه پکیج عادت بد داری. یه معامله گر ضررده به یه دلیل ضرر نمیکنه، به مجموعه ای از عوامل ضررده، نه به یه شکل. خیلی جالبه. اما به بچه ها میگم چرا نتیجه نگرفتیم؟ اما مدیریت سرمایه قبول ندارم، مدیریت سرمایه بخششه، یه بخششه، برو مجموعه رو ببین. اگه دلت برا خودت میسوزه یه دونه از عادتهای بد تو، فقط یه دونه شو، آسونترینش، کوچیکترینش، تقلیلترین، اونو عوض بکن که رابطه با اون تصویر ذهنی رو داشته باشی. چون اگه تو یه دونه عادت هر چقدر کوچیک رو عوض بکنی، میتونی اونو بقیه‌رم با
با انرژی مثبتی که از اون میگیری، با نتایجی که از اون میگیری، با تصویری که داری میبینی از خودت که یه آدم قوی هستی انجام بدی. دنیای امروز چیه؟ الان نگاه کنین ریلزا رو میسازم براتون، یه نفر داره از بغل اون یکی رد میشه، این 2020 اون 2028، بعد همشون رو نگاه کنین، این پیاده است اون با ماشینه، یعنی کل تصویر اون آدمه همینه که تو 2028 مثلا ماشین خریده. فکر میکنین این به تو منو تو کمک میکنه؟ نه، به کمپانی خودروسازی کمک میکنه، چون تبلیغ اون صنعته. میدونستین؟ خیلی عجیبه. چرا با ماشین تبلیغ میکنه؟ چون ما متریال گرا شدیم، ما مادی گراییم، ما آدمای اسپریچوالی هستیم، روحی هستیم، روحانی هستیم که به واسطه بیزینس ها افتادیم تو بیزینس. آقا گوشی جدید میاد، این جدید میاد، سیستم معاملاتی جدید اومده، وای برم عوض کنم. و وال استریت از همه بیشتر خوب میدونه اینو. وال استریت کسیه که عادتهای معاملگران و مخصوصا معاملگرهای ضررده و خوب میشناسه، هر یه مدت یه تغییری میده. اینو بهت میگم، 10 ساله تو این بازارم، میگم 10 ساله. میدونی چرا؟ چون 10 ضبط داره، 52 هفته، 52 هفته ضبط داره، 5 روز کاری رو بهت دارم میگم. بچه‌هایی که با من میدونن، من هرگز، خیلی حالا پیش اومده یه روز دو روز مارکتو اسکیپ کنم، اما برای خوشی تفریح اسکیپ میکنم. اگه جدی باشم توی مسافرتم بچه ها دیدن، هاوایی هم باشم، 2 صبح باشه، عشقم این بازاره، میشینم کارامو میکنم، نه برای پول در آوردن، برای حفظ اون در واقع قدمام. دارم بهت میگم وال استریت از همه بیشتر اینو میشناسه، شرکت هایی که درآمد دارن، سوشال میدیا از همه بهتر میشناسه. خیلی قشنگه. برای چیه؟ زرق و برقی که بهت میده. و یه جمله داره فوقلاده، این میخوام تو پوست و گوشت و اصلا بچه ها، ترد بچه هایی که اینجا خصوصی هن توی ویبینار نشسته، از لایو اینستا بیشتره، اما کیف میده برام، چون همون 23 نفر شدم بالاتر بشه، حالا من میبینم 23 4 نفری که تو اینستا هستم، به نظرم تو این برهه یه جمله خوب میگیرن، از مهدی خوب مطالبو گرفتن، ویدیوش هم میذارم یوتیوب بعدا استفاده بکنین. اما میخوام بگم یه جمله ای که همین روزا رای گیری و رای دادنه، میگه چجوری رای میدی؟ میگه فرض کن هر کاری که داری انجام میدی یه رأی به اون آدمه، چجوری اون کار رو انجام میدی؟ فکر کن چجوری رأی میدی؟ به کدوم آدمه؟ به همون آدمه که داری دنبالش میدوی؟ به همون تصویره که الان مبهمه برات، قراره 5 سال دیگه تو بشی؟ هر کاری که داری انجام میدی یه رأی، منظور چیه؟ یعنی اینه که یه عادتیه که داری به اون میدی اون تبدیل بشه دیگه، یه سوخته. این خیلی تکون دهنده است، وحشتناکه وقتی بفهمی هر قدمی که امروز برمیداری، هر حرفی که میزنی، هر پیامی که میدی، هر ریلزی که نگاه میکنی، هر وقتی که تلف میکنی یا نمیکنی، کجا وقتتو، با کی وقتتو سپری میکنی؟ اون رأیه، رأیه. هر نوشیدنی که میخوری، هر غذایی که میخوری، هر ورزشی که میکنی چجوریه؟ یه رأیه به رضای 5 سال دیگه، خودمو میگم، 2 سال دیگه، 1 هفته دیگه، اصلا تایم هم نداره، چون تایم رو ما گذاشتیم روش. یه جمله هم داره خیلی باحاله، میگه در حرکت به اعتدال میرسی. هر کی گفت چرا؟ در حرکت به اعتدال میرسی، در حرکت به اعتدال میرسی. چرا؟ یه جمله فوق العاده جذاب، میگه در حرکت به اعتدال میرسی. خشار میگی میخوای اون آدمه باشی یا نه؟ آها آفرین. اگه اون آدم تصویر ذهنی خوبت باشه، اون ووتر، اون کارهایی که بهش رأی میدی و عالی انجام میدی. میگه در حرکت به اعتدال میرسی، در حرکت، نمیگه در شروع، در حرکت به اعتدال میرسی، در حرکت به اعتدال میرسی. بلنشین از جاتون، بلنشین، بلنشین، هم وایسیم با هم دیگه، وایسیم با هم دیگه، وایسیم. خب چجوریه؟
چی شد؟ چجوری وایستادی؟ چی تو رو به تعادل وایستادن میرسونه؟ چی شد؟ تو متعادل به دنیا آمدی؟ تو متعادل به دنیا آمدی؟ تو بلدی؟ چرا میگه تو حرکت به تعادل میرسی؟ چون از بچگی اولین چیزی که یه سالگی یاد میگیری تعادل در راه رفتنه، درسته؟ ناخودآگاه یاد میگیری، ناخودآگاه یاد میگیری، تو ضمیر ناخودآگاهته، ضمیر ناخودآگاه تو داریش اینجا. تو از بچگی بدون اینکه کسی بهت بگه با تعادل شروع میکنی یاد گرفت. تو تعادل داری به این دنیا میای، تو متعادل به این دنیا میای، این دنیا تعادل تو رو به هم میزنه. بزرگتر که میشی اصلا غیر متعادلی. دقت کردین بچه ها رو؟ مگه من مثلا به آرتین و رادین راه رفتن یاد دادم؟ کی فکر کرده؟ کی فکر کرده؟ به بچهش کی راه رفتن یاد داده؟ هیچ کسی. سنجابه رو دیدین؟ آقا اصلا دیوانه، موه بدن آدم سیخ میشه، باور کنید. سنجابه رو دیدی؟ چجوریه سنجاب؟ غریزی، غریزه من راه رفتنه، تو راه رفتن به اعتدال میرسم. یعنی چی؟ یعنی تو انجام دادن یه کاری اینجاست که بقیه اشتباه میگن و میگن تا یه کاری انجام ندی خوب نمیشی. نه، یه کاری رو در یه مسیر توی یه دستگاه، ببین بدن ما یه دستگاهه، درسته؟ توی دستگاه فیزیکی ما به تعادل میرسیم، یعنی تک تک اعضای بدنمون سیستمه دیگه. سیستم، سیستم، ما توی سیستم به تعادل میرسیم. بچه که هستیم تعادلمون کمه، نداریم. کم کم بچه ها رو دیدین فوقالعاده راه میافتن، الان قربون صدقه رفتنشون به کنار آدم کیف میکنه. دوم اینکه 999 بار میخوره زمین این ورانورم نگاه نمیکنه، دوباره اینجوری بلند میشه راه میافته، بعدم راه میفته اینجوری راه میره، دیدین؟ دوباره میخوره این ور، میخوره اون ور، مثل مستا راه میره. جالبه، ما بزرگ میشیم چیزای دیگه میخوریم که اون حالت عدم تعادل برا ما بیاد. ما با خیلی از چیزای دیگه عدم تعادل رو به زندگیمون دعوت میکنیم، با هیجانات، تریدای لحظه‌ای، عدم دعوت، عدم تعادل. الان دوست دارم یه هیجان بگیرم، برم لایف ترید نگاه کنم، یوتیوب کی لایف ترید داره، یه دونه هیجانی بزنم حال کنم، برم یه گروه سیگنال، یه هیجان. فومو اصل غیر تعادلیه، اصل عدم تعادل، همون کاری که هممون داریم. ما یه سری مجموعه کارهایی که میدونیم اشتباه اما انجام میدیم. چرا؟ چون دوست داریم غیر متعادل. حالا داریم البته از بچه ها که یه کارهایی هم بکنن اعتدالشون به هم نمیخوره، خصوصیات شخصی آدم ها خیلی متفاوته. شاید اونقدی که یه نفر بدونه با الکل مست بشه، این خیلی مثال جالبی ها، برای همین میگم مقایسه نکن خودتو با کسی که داریم اینجا. کسی که هر چقدر بخوره دمش گرم حالش بد نمیشه، بزنیم به تخته. زکریای رازی داریم اینجا، واقعا میگم ها، داریم، هیچیش نمیشه، الهی شکر به اون میسازه، هممون میگیم ها، اما 99 نفر دیگه کنارش بشینن خراب میشن. چرا؟ چون نمیتونن به پاش برسن، چون میخوان ادای اونو در بیارن، درسته؟ نمیخواد لذت ببره، میخواد پاش پا به پاش پیش بره، قبول داری؟ همه رفیقاش اینجوری این کارو میکنن، میخوان پا به پاش برن، منم بشینم میخوام پا به پاش حرکت، کم نیارم از فلانی، کم نیارم، اون 10% سود گرفته من کم نیارم، فلانی امروز دو تا معامله خوب داشته من کم نیارم. فوق کتاب جذاب، آقا ساعت ها میشه حرف زد، اما من همه اینا رو بگم. و میگه مهم اینه که مومنتوم، تا حالا در اون حرکته که به تعادل میرسی مهم اینه که مومنتوم تو حفظ بکنی، مومنتوم تو حفظ بکنی. مومنتوم یعنی چی؟ یعنی اون نیرویی که هر روز برای خودت میذاری. به من میگن چجوری 4 صبح بلند میشی، میگم اون مومنتوم منه، من ناخودآگاه بیدارم. بچه‌ها میگن خیلی خسته میشی، میگم نه، کاریه که با عشق انتخاب کردم، خستگی توش بی‌معنیه. امروز فقط گفتم دیدین
تو گروه بودیم به بچه ها گفتم از اون روزاست که هیچی نمیبینم تو بازار. یه رو بعدش داو جونز بود. چرا؟ اون جمله تمرکزمو چیکار کرد؟ تمرکزمو جمع تمام میتونم بگم تمرکزمو جمع کرد روی چارتا. اون جمله زمانی من میگم از قصدم میگم که انرژی بیاد توش که بتونم به خودم بفهمونم حواست نی بازار خبری هست، تو حواست نیست، چی کار داری میکنی، منتظر باش. سریع تحلیل کردم به همین راحتی. میگه هدفی انتخاب کن که تشنه شی. تشنه، تشنه چی؟ تشنه 1,000,000 دلار که چی بشه؟ تشنه احسنت گفتنی؟ تشنه یه خونه ای؟ خونه به چه دردت میخوره؟ تشنه چی؟ تشنه شادی خونوادمم، تو خونم تشنه اینم که کل قرضامو بدم، تشنه اینم که بچه‌هامو پول در بیارم امروز ببرم عشق و حال. این تشنگی قشنگتره دیگه. تشنه 5% 10% نیستم، تشنه پول فیزیکی نیستم. چرا هدف میذاری به هدفت میخوری برمیگردی؟ به خاطر اینکه تشنه اون هدفه نیستی. میگی هدف ماهیانم 10%، 11% میگیری، ادامه میدی 11% میشه منهای 5%. چرا؟ چون تشنش نبودی. چون اگه تشنش بودی خم شده بودی داشتی آب میخوردی. چون اگه تشنه بشی بری آب ببینی تشنگی تو برطرف میکنی. چون اگه تشنه 11% باشی اونو بگیری تمومه، دیگه کار نمیکنی، اما ادامه دادی. درسته؟ جواب سواله بچه‌هایی که میگن آقا چرا ما هدف میذاریم میرسیم بعدش بر میگرده؟ چون ادامه میدی، چون باید وایسی اونجا منظره لذت ببری، تشنگی تو برطرف بکنی. و میگه درک تفاوت اشتباه و شکست، درک کنین تفاوتش. دمو داره کار میکنه، انقدر قور میزنه همش احساس شکست میکنه. دموه، داری تمرین میکنی، حرفایی که به خودت میزنی چه انرژی داری به خودت میدی. حالا بیام دو سه تا از این تیکایی که در واقع انتخاب کردم هم این ور بذارم. مثل این تیکه که فوق‌العاده بود مهدی، عالی، واقعا کیف کردم، لذت بردم از دل این وبینار، این جلسه. فکر کنم، نمیدونم، نمیگم چند نفر رو، میگم تعداد زیادی آدم آگاه میاد بیرون، تریدر آگاه میاد بیرون، بایدم بیاد بیرون. آقا بیام اینجا، میگه مومنتوم مهمترین بخشه. بایسیکل میگه، میگه دوچرخه چرا مثال دوچرخه میزنه؟ روانشناس مثال دوچرخه میزنه چون هممون دوچرخ سواری بلدیم. کم پیش میاد دوچرخ سواری بلد نباشیم. یه روانشناس مثال که میزنه مثال درست میزنه. نگاه کنین، مثال دوچرخه ملموسه، مومنتومه رو گفته. بیایم این ور، رفت تو این معامله. بیایم این ور، میگه چی؟ خیلی جالبه، میگه امروزت، حالا این بلنس و تعادل و اینا رو بذاریم کنار، این جمله، این فلشه برام مهمه. میگه امروزت باید به این فکر بکنی که How can I become a better trader right now, today, right now, الان، this second، همین الان، this second. میگه همین الان بابا برنامه داری میریزی الانو، امروز شکست خوردی به قول خودت، داغون کردی، میری برنامه میریزی برای یه ماه آینده از دوشنبه دیگه، یا همین الان درستش میکنی؟ آدمای موفق شدن که همون لحظه درستش کردن، همون لحظه. به بچه ها میگم با ناراحتی، با عصبانیت بشین اشتباهتو باش روبرو شو. بعد میگه خیلی باحال این جمله، میگه How can I become a better، better یعنی چی؟ بهتر بشم امروز، بهتر بشم یعنی چی؟ یعنی تو تریدر هستی، باور داده بهت. چقدر قشنگ این جمله. یعنی فرض این جمله اینه که تو تریدر هستی، حالا میخوای چیکار کنی؟ بهتر بشی. یعنی دیروزم تریدر خوبی بودی اما امروز میخوای بهتر بشی. آخریشم اگه بذارم فکر کنم اینه، تونی رابینز،
تونی رابینز این جمله فوق‌العاده است، همه یادشون رفته. البته تو کتابم به نوعی این رو میگه، اما یه اون جمله هاییه که همه میگن برو تجربه بکن. شنیدین؟ میگن آقا تا تجربه نکنی درست نمیشه، و خودت تجربه کنی بشه. نه نه نه، اصلا تجربه رو بذار کنار. میگه موفقیت نتیجه قضاوت خوبه، حالا یا انتخاب خوب بگیم، قضاوت هم انتخابه دیگه، ما میگیم همون قضاوت. میگه موفقیت نتیجه قضاوت خوبه، میگه قضاوت خوب نتیجه تجربه خوبه، تجربه خوب often اغلب نتیجه قضاوت بده. یعنی چی؟ یعنی تجربه میتونه حتی از قضاوتای خوبت هم باشه، درسته؟ آفن یعنی چی؟ نمیگه always، نمیگه همیشه. تونی رابینز، خود این جمله کتابه، بریم بخونین کتابای تونی رابینز. گفتم آنتونی رابینز، تونی رابینز رو بخونین، فوق‌العاده. پس یه بار دیگه میگه موفقیت نتیجه قضاوت خوبه. یعنی چی؟ یعنی من اگه آدم موفقی هستم، تو اگه آدم موفقی هستی، از نظر خودت، از نظر بقیه وقتی بری نگاه بکنی، یعنی که یه جایی قضاوت خوب، انتخاب خوب داشتی، و اون انتخاب خوبه چی بوده؟ برایند یه تجربه بوده، یه کارایی انجام دادی، یه کارایی که چی؟ توش در حرکت، توش به اعتدال رسیدی، درسته؟ در حرکت توش به انجامش دادی، به اعتدال رسیدی، نتیجه شده اون تجربه، که خود تجربه نتیجه قضاوت خوبه. و فوق‌العاده این کتابو هر چقدر بگم بخونین، واقعا کم گفتم. فقط این وبینار رو گذاشتیم، مرسی مهدی. مهدی توی جلسهش با هم که صحبت میکردیم اینو گذاشت. اولا اینکه خیلی از در واقع درها رو باز شد براش، چون این کتابیه که آدمای موفق بخونن، آدمایی که آلردی موفقن سوخت جته براشون، از این بالا، از اونم بالاتر میرن، آدمایی که هر بیزینسی دارن این روزا. یه تیکه از این کتاب و از این سمینار همایش هست 4-5 میلیون میگیرن، یه نفر میاد اسپیکر حرف میزنه، تو ایران من زیاد دیدم، اینجا هم هست، منتها اینجا جرئت ندارن یه همچین کاریو بکنن، چون طرف اگه سمینار انگیزشی و موفقیت بره جویده اینا رو، یعنی کل کتابای دهه 90 رو خونده، 2000 رو خونده، اومده مثلا تونی رابینز حرف جدید بزن، جرئت نداره این کارا رو بکنه. اما خب یه سری از مسائل هست، تازه اشکال نداره، موج بیداری، آگاهی، اما آگاه باشین. خیلی از اینا رو خودت میتونی اکتسابی کسب بکنی، فقط باید کتاب بخونی.